با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. سفر همایون شجریان با همسر جدیدش حسابی سوژه رسانه‌ها شد. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. تصاویر لو رفته از همایون شجریان به همراه دخترش و همسر جدیدش حسابی سوژه رسانه‌ها شده. جدیداً همایون شجریان به همراه دخترش یاسمین شجریان و همسر جدیدش خانم سحر دولت‌شاهی که از بازیگران مشهور سینما و تلویزیون هستند برای دیدار با اهالی موسیقی کردستان به سلیمانیه عراق سفر کردند. همایون در این سفر با ربین سالار نوازنده چیره دست سنتور دیدار کرد و ساعتی را مهمان او بود که عکسهایی از این ضیافت توسط سالار منتشر شد. گفته میشه همایون قصد داره در این سفر شرایط همکاری با نوازندگان کرد و برگزاری کنسرت در کردستان عراق رو بررسی کنه. چندی پیش خبر ازدواج سحر دولت‌شاهی و همایون شجریان بعد از همکاری سحر دولت‌شاهی با تیم همایون شجریان و قطعه چرا رفتی منتشر شد و واکنش‌های بسیاری به این خبر نشون داده شد. سکوت دو طرف به این خبر بیشتر به این شایعه دامن زد، اما پس از چندی این خبر به فراموشی سپرده شد. پس از درگذشت استاد محمد رضا شجریان با انتشار تصاویری خاص از سحر دولت‌شاهی و همایون شجریان در مراسم خاکسپاری، این شایعه دوباره منتشر شد و بسیاری معتقدند که این دو به صورت پنهانی با همدیگه ازدواج کردند. خبر ازدواج همایون پسر خسرو آواز ایران با سحر دولت‌شاهی همچنان در فضای مجازی منتشر می شد. اما هیچ کدوم از این دو نفر در هیچ کدوم از مصاحبه هاشون در این رابطه صحبتی نمی کردند. مراسم خاکسپاری استاد محمد رضا شجریان با حضور اعضای خانواده استاد و برخی از مسئولین و چهرهای مشهور و جمعی از مردم در محل آرامگاه فردوسی برگزار شد. در این مراسم برخی چهرهای مشهور عرصه سینما و موسیقی حضور داشتند، از جمله سالار عقیلی، وحید تاج، کیوان ساکت، مهدی پاکدل و حامد بهداد که با حضور بر سر مزار استاد شجریان به او ادای احترام کردند. اما چهره مشهوری که حضور او در مراسم خاکسپاری استاد شجریان بیشتر از بقیه در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت، حضور سحر دولت‌شاهی بازیگر سینما و تئاتر تلویزیون در کنار همایون بود، به طوری که سحر دولت‌شاهی از کنار همایون تکون نمی‌خورد و همایون هر جا می‌رفت سحر هم کنارش بود. اما در ادامه این ویدیو می‌پردازیم به بیوگرافی همایون شجریان و همسر اولش. همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان استاد موسیقی ایران از کودکی علاقه به موسیقی و ریتم در او نمایان بود تا اینکه با تشخیص پدرش نزد ناصر فرهنگفر به فراگیری تکنیک و شناخت ریتم که اساس موسیقی پرداخت و چند سالی هم آموختن را نزدیک جمشید محبی ادامه داد. از سن 10 سالگی به همراه خواهرش نزد پدر آواز رو شروع کرد و در دوران بلوغ روزانه تکنیک آواز و صداسازی رو به صورت فشرده یاد می گرفت. همایون متولد 31 اردیبهشت 1354 در تهران و فرزند محمد رضا شجریان و برادر مژگان شجریانه. او از خوانندگان موسیقی کشورمون و نوازنده تنبک و کمانچه هستش. همایون در سال 74 رو در سن 20 سالگی با گیتا خانساری که خواهر کتایون خانساری همسر دوم محمد رضا شجریان بود ازدواج کرد و یک دخترم به نام یاسمین داره که متولد 1386 هستش. همایون شجریان سالها پیش از همسرش گیتا خانساری به دلایل نامشخصی طلاق گرفت و جدا شد و اکنون با سحر دولت‌شاهی ازدواج کرده. تا حالا چند باری خبر ازدواج همایون با سحر دولت‌شاهی در فضای مجازی منتشر شده که علت اون هم کنسرت موزیکال نمایشی به نام سی با حضور این دو هنرمند مشهور بود. چند سال پیش همایون آلبوم نه فرشته ایم نه شیطان را منتشر کرد. آهنگ چرا رفتی از این آلبوم با شعری از سیمین بهبهانی بی نهایت در میان مردم با طرفدار شد و تا مدت ها بر سر زبان ها افتاد. این آلبوم یکی از آلبوم‌های رسمی استدیویی همایون و طهمورث پورناظری بود که در اسفند 92 توسط ایرانگام
با 8 قطعه اصلی با تیراژ 50,000 نسخه منتشر شد. در همان زمان باران کسلی با ساخت و انتشار کلیپی با همکاری چند نفر از هنرمندان باعث شد این آهنگ نه تنها دوباره سر زبان‌ها بیفته، بلکه تبدیل به داوسمش خنده‌داری بشه که هر کس تصمیم بگیره اون رو مسخره کنه. همکاری سحر دولتشاهی با تیم همایون شجریان از این کلیپ شروع شد. در این کلیپ سحر دولتشاهی، باران کسلی، امیر جدیدی، مهرداد صدیقیان، سهراب پورناظری، نبید محمدزاده و ستاره پسیانی حضور داشتند. به رغم آنکه در آغاز کلیپ تذکر داده شده بود این کلیپ تنها برای مراسم رونمایی آلبوم ساخته شده، ابتدا سایت‌های خبری و موسیقیایی نسبت به انتشار این آلبوم تاکید کردند و در شبکه‌های اجتماعی شاهد اشتراک گذاری این کلیپ بودند و حتی از شبکه‌های ماهواره‌ای هم پخش شد و به شهرت این آلبوم افزود. ظاهراً در این کلیپ بسیاری از هنرمندان از جمله خانم سحر دولتشاهی و باران کسلی و مهرداد صدیقیان با شنیدن صدای همایون سرشون رو خیلی تکون میدن و احساساتی میشن و محمد رحمانی هم میگه به خدا ما هم این احساس رو داریم، ما هم احساساتی میشیم، این هم سرتکون دادن و اداهای اضافی برای چیه؟ در اون زمان البته همایون شجریان ساکت نموند و در گفتگوی با روزنامه شرق درباره این کلیپ گفت: بسیار متعجب شدم وقتی فهمیدم کلیپ رونمایی همه جا پخش شده و شبکه‌های ماهواره‌ای اون رو نشون میدن، چون این کار به پیشنهاد طهمورث پورناظری تنها برای استفاده در مراسم رونمایی ساخته شده بود و من از پخش غیر منتظره اون در شبکه‌های ماهواره‌ای کاملا غافلگیر شدم. هرچند پخش این کلیپ به دیده شدن و فراگیر شدن این اثر مخصوصا در نزد جوانترها بسیار کمک میکنه. اما بعد از این ماجرا سحر دولتشاهی با همایون شجریان در مکانهای مختلفی با هم دیده شدن و هیچ کدوم هم در مورد ازدواجشون هیچ صحبتی نکردن و این خبر رو تایید و تکذیب نکرده بودن، تا اینکه بالاخره عکس مشترکی از همایون شجریان و سحر دولتشاهی با حضور دخترش یاسمین در فضای مجازی منتشر شد و خیلی ها که میگفتن این حقیقت نداره که همایون با سحر دولتشاهی ازدواج کرده باشه، جواب سوالشون رو گرفتند و متوجه شدن که این واقعیت داشته، ولی خب نمیخواستن رسانه‌ای کنن ازدواجشون رو به همین زودی ها. اما میپردازیم به بیوگرافی کوتاهی از سحر دولتشاهی. سحر دولتشاهی متولد 16 مهر 1358 در تهرانه. لیسانس ادبیات نمایشی و مترجمی زبان فرانسه داره. مادرش نایب رئیس فدراسیون شنا و پدرش مهندس و در تورهای دوچرخه سواری در ایران و خارج از کشور فعالیت میکنه. خانواده سحر دولتشاهی 5 نفره هستن و به جز خودش یک خواهر به نام نسیم دولتشاهی و یک برادر به نام روزبه دولتشاهی داره. در مصاحبه گفته که از کودکی به همراه خانواده‌اش بیننده حرفه‌ای تئاتر بوده و کار هنری خودش رو در زمانی که دانشجو بود با تئاترهای دانشجویی شروع کرده و تئاتر رو به طور حرفه‌ای در سال 79 شروع کرده. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و نظراتتون رو راجع به خانم سحر دولتشاهی و ازدواجش با همایون شجریان در قسمت کامنت‌ها بنویسید و لایک رو فراموش نکنید و لطفاً سابسکرایبم کنید و حتماً با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.